باری یه خاطرات خیلی شیرین رو از هایده دارم. این بار میریم سراغ بانو بزرگ، خوش‌آواز بانو ایران، اما کلثوم ایران، ماریا کلاس ایران. هایده عزیز یه روز زود اومد. هر موقع هم که میامد میرفت تو دفتر من میشست، تا میشست مدیر کابل هم میدونست که بعد بطری ویسکی شیوازم میذاشت و یه خود مزم میذاشت، این نوش جام میکرد. اون یک ماه نبود که اومده تو میامه که من و گوگوشم از هم جدا شده بودیم. منم ناراحت بودم. اون شب نشستم باش می زدم، گفت محمود ناراحت نباش، گفتم چرا نباشم؟ گفت گوگوشه که باخته نه تو. گفتم من برای خودم فکر نمی کنم. گفتم برای یگانه فرزندم ناراحتم، چطوری میتونم بزرگش کنم؟ من برای اون ناراحتم، من برای گوگوش ناراحت نیستم. هایده گری کرد. به قولی خودش، به قولی من، یخی صدا داد، یکی نه دوتا. هایده که رفت رو صحنه با گریه رفت، عشق میریخت و میخوند، همه مردم آجو باجو بودن، چرا دیگه گریه بودن؟ استاپ داد، گفت نمیتونم بخونم. مردم سوال چرا؟ چی شده؟ اون صحنه گفت من دو تا پک با محمود زدم، محمود دو تا جمله به من گفت، بغض گلومو گرفته نمیتونم بخونم. یکی هم مشتری ها پرسید چی خوردی؟ گفت ویسکی. اون ویسکی خودشو میبره رو صحنه میده میخوره. هایده آروم میشه. هایده میکروفونو میذاره زمین. بدون میکروفون سالونو میلرزون. چه شبی شد واقعا مردم چه حالی کردن. این صدا که گرفته بود و نمیتونست بخونه، میکروفون رفت رو زمین و خون، واقعا موهای همه سیخ شد. این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی،
اون شب شب بزرگی بود برای من و خاطر زیبایی که داشتم از هایده خواستم براتون بگم. هایده واقعا هم هنرمند بود، هم خوش صدا بود، هم واقعا لوتی بود و با احساس. anyway هایدم به خاطر دوری وطن رفت. با دل پر رفت. مانند سوسن ها، محسی ها،